با سلام و درود به شما یه معامله تسلا از دیروز هولد کرده بودیم و همچنان ادامه داره و در طی این ویدیو دوست دارم با این معامله تسلا روی کمپانی ایلان ماسک در واقع با همدیگه بیشتر صحبت کنیم دلیل ورود به معامله رو و در حقیقت سایر مسائل اول از همه بگم چارت تسلا موقعیتش خیلی خوبه بعد از اون ریجکت شدن ها از 900 دلار الان اومده و در واقع روی یه ناحیه خیلی جالب امروز اون ناحیه رو شکسته هلوش فکر میکنم 8 درصد امروز آه... 8 و چهل صدام درصد آه... کم و زیادش در واقع رشد داشته سهام تست ببینیم معامله ما چجوری شروع شده قیمت الان 760 دلار اگه بذاریم یه معامله رو حساب بکنیم 760 دلار قیمت الان دیروز قیمت ورود من 693 دلار عدد روندم بود 693 دلار وارد شدم و امروز میخوام براتون توضیح بدم نقطه ورود نقطه خروج استاپلاس هم و چجوری این معامله رو مدیریت کردم و آیا نیگرش میدارم این معامله رو یا نه بریم سراغ اولین کار اولین چیزی که رو چارت هست چارتی که ما داشتیم تسلا دیروز در واقع روز دوازده اپریل در حقیقت تو گروه بحث شد گذاشتم لحظه باز شدن بازار هست لحظه باز شدن بازار که در واقع بازار نزدک داره باز میشه دیروز با یه موقعیت اینجوری باز شد دوازده اپریل رو بیارم ببینیم اینجاها توی این موقعیت من هدایت بکنم این رو به سمت دیروز که بتونیم با دید بازتری ببینیم این لحظه باز شدن دیروز بود قیمت کاملا میتونم بگم یه حرکت جالبی و زد از اونایی بود که رو سهام خیلی اتفاق میفته این نمودارهای خاکستری اگه فکر میکنین چیه اوقات دد مارکته یعنی بهش میگن افتر آورز بعد از اینکه بازار سهام نیویورک تعطیل میشه و قبل از پری مارکت عموما بچههایی که به بروکرای خود آمریکا دسترسی ندارن یا در حقیقت با پلتفرم خاص کار نمیکنن اینو به صورت گپ میبینن بازار رو تو مثلا بروکرای فارکسی که زیادن اینو به صورت گپ میبینی اگه بروکرتون یه مقدار امکانات بیشتری در اختیارتون قرار بده اینجا خودش کندل تشکیل میشه در حقیقت میتونم بگم خبرها تأثیر گذاره اما لحظه باز شدن بازار اونجا بود من همون لحظه رو که نگاه میکردم میخوام بگم یه ناحیه فوق زیبا همون لحظه اینجا از سقف دو روز پیش پریمارکتش حتی خود اون روز نگاه کنید چقدر جالب همینجوری که بیایم عقب نگاه بکنیم پنج دقیقه ببینید چقدر ناحیه جالبی بوده به نظر من ناحیه خوبی بود و میتونست ترنینگ پوینت باشه بعد از این حرکت مومنتوم حرکت میتونست ادامه پیدا کنه در ادامه قیمت اومد و کاملا بریک اوت کرد ناحیه من و دومین کندل پنج دقیقه بعد از باز شدن بازار رو زد و اومد رفت به شکل و شمایل اینا این شکل استاد خب اینجا من برای بایر بودن ما یه سناریویی داریم به نام سناریوی شماره سه منتظر فشار روی ناحیه برگشت و پولبک اول خواهم بود این در واقع خیلی حرکت جالبی بود که دقیقا اینجا اتفاق افتاد نقطه ورود ما دقیقا اینجا اگه بالاترین عدد رو قرار بدم اگه اینجا بذارم روی این کندل میشه هایم میشه 92 82. 84 قاعدتا باید اینجا اردر بای من میبود چون 84 صد اون بود من عدد روند گذاشتم یعنی اردرم رو گذاشتم کاملا رو عدد گذاشتم رو عدد 693 اینجا اردر بای من بود به تب استاپلاس تو این معامله استاپلاس هم کاملا این زیر بود به اندازه اسپرد استاپلاس هم رو هم گذاشتم رو عدد دقیق 600 و 89 یعنی یه فاصله چهار دلاری اهمیت در واقع بعضی وقتا سهام های گرونتر ما انتخاب میکنیم به خاطر این بازه این حرکتش خیلی قشنگه معامله اینجا باز شد خیلی جالبه خیلی از بچه ها سوال میکنن در مورد بچه هایی که خب لوریج دارن تو با بروکرای معمولی، معمولتر کار میکنن خب به واسطه اون لوریجه میتونن یه دهم با لات سر و کار دارن برای معاملاتشون مثلا یه دهم یلات توی هر بروکری یه معنی داره به معنی در حقیقت یه دونه سهم کامل میتونه باشه باز بعد از بروکرت سوال بکنی حتما این رو چون هر بروکر مینا... میزان قراردادی که بهت میده تعداد قرارداد متفاوته پس حتما اگه میخوای وارد سهام با آمریکا بشی اینا رو مد نظر قرار بده اما دوستایی که با تعداد سر و کار دارن نرم افزاری رابین هود چارلز شوا تی دی اینا نرم افزار اسپید تریدر با سوینگ ترید در واقع با اینا سر و کار دارن تعدادی ما معامله میکنیم یعنی مثلا اینجا من میگم من میزان به عنوان مثال 100 تا سهم تسلا رو میخرم توی این عدد اینجا هم برسه همون سهم رو میبندم اردر میذاریم دیگه میتونیم خیلی راحت اردر بذاریم در حقیقت اگه سهم تسلا رو رو 693 صد بخری حالا تقسیم و ضرب بکنی کاملا معلومه 100 تا سهم که این عدده کاملا میزان استاپلاس یه چیزی هلوشه فکر میکنم 400 دلار میشه حالا یه ذره کم و زیاد به خاطر اسپرد شاید یه ذره کم و زیاد باشه دیگه این میشه دو درصد سرمایت خب خیلی از بچه ها توی بازار سهام کریپتو به من میگن ما معاملاتمون رو یک به یک یک به دو میبندیم اما بعدش میبینیم خیلی حرکت میکنه مخصوصا, مخصوصا سهاما کریپتو اینجوری حرکت میکنه وقتی حرکت میکنه یه جای خالی رو داره یعنی تسلا وقتی حرکت کرد من قیمت رو میدیدم اینجا حالا چجوری مدیریت میکنم این رو معمولا کاری که انجام میدم قیمت که حرکت میکنه اولین جایی که برگشتی میبینم اینجا بود اولین جایی که برگشتیم میبینم 50 درصد معامله هم میبندم یعنی 50 تا سهم تسلا رو فکر میکنم حلوش عدد 700 بستم میشه چقدر؟ تو همون معامله اول میشه ریسک فریه کل 100 تا 50 تا سهم ضبط داره از تقریبا 7 دلار میشه 350 دلار حالا با تعداد سهام های مختلف متفاوته 50 درصد باقی مونده پوزیشن خیلی حرفه برای بچه هایی که کار میکنن خیلی میتونه بهتون کمک کنه 50 درصد سرمایه و ریسک فری شده نیگر میدارم یعنی استاپلاس هم میاد بالای این به همین راحتی نکته ای که دوست دارم بهت بگم و میتونی نیگر داری نیگر داری برای فرداش برای افتر چون حرکت های خیلی خوبی تشکیل میشه حالا بیایم جلو ببینیم چه اتفاقی افتاد این رو ببندم که راحت باشیم بریم جلو این کندلا رفت برگشت پایین نگاه کنین برگشت پایین خیلی نزدیک شد من داشتم اینجا رو نگاه میکنم خیلی نزدیک شد به این اردر من حرکت زد دوباره برگشت به سمت بالا نگاه کنین دوباره یه حرکت این بالا شکل گرفت و از وقتا شانس هم میاریم با معاملاتمون و اینجوری برگشت اینجا ها منتها اردر من در واقع اردری که برای سل گذاشت شدن برای پنجاه درصد باقی مونده فعال موند حرکت زده شد و پری مارکت امروز کاملا اومد ناحیه بالامو رو خبرهای مختلفی که رو تسلا هست با قدرت شیکوند و ببینید چه کرد امروز فوقلاده بود حتی تو فکرش بودم مقاطع اینجاها به حجم معاملم اضافه بکنم تو این مقاطع اما واقعا نکردم پنجا سهم باقی موندم پس پنجا تا سهم در ابتدا این امیدوارم که به درد همه بچه ها بخوره 100 تا سهم اول داشتم پنجا تا روی هفت دلار هر سهم فروختم پنجا تای به هفت و پنجاه رسید امروز فروختم اونجا میشه هفت دلار پنجاه و هفت دلار زب در پنجاه حالا اگه ده تا یه دونه شعر خریده بودم خب متفاوت می شود. امروز بروکرهای مختلف به تو حتی رابین هود بهت در حقیقت خیلی راحت اجازه این رو میده که شما بتونی خیلی راحت به میزان دلاری بخری سهام تسلا رو پرشن یه بخشی ازش رو بخری که خیلی بهت کمک میکنه امیدوارم که در حقیقت لذت ببری از معاملات در واقع سهام که بسیار میتونم بگم کارا و مفید خواهد بود.